درود بر شما آقای امیدوار. در لحظات و دقایقی که این برنامه داره آغاز میشه، نتایج انتخابات آمریکا هم در سراسر جهان به صورت مستقیم داره دنبال میشه. خبر از پیروزی احتمالی خانم کلینتون از حزب دموکرات در جهان مخابره شده، اما خب هنوز قطعا برای نتیجه‌گیری زود باشه. اگر اجازه بفرمایید بعدا به این مسئله در خلال همین برنامه بیشتر خواهیم پرداخت، اما بریم بر سر مسئله خودمون که چه آقای ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کنند، چه خانم کلینتون مسئله همچنان بر جای خود باقی است و این مسئله خواهد شد که ما نباید بر مبنای تحولاتی که در جهان هست مسئله رو ببینیم، بیشتر باید به خودمون نگاه کنیم، بیشتر به خودمون بیاندیشیم و مشکلات و مسائل بین خودمون رو در نظر بگیریم. چندیست که آقای دکتر لاجوردی، من احساس میکنم که نه پیمودن راه مبارزه سیاسی، بلکه برخی از به هر حال اظهار نظرها و برخوردهای غیر اصولی خارج از موضوع یا خارج از دستور در هر بحث و در هر گفت و شنود سیاسی شما رو کمی دلزده کرده. میخواستم از این زاویه شروع بکنیم و ببینیم که آیا احساس من درست هست، برداشت من صحیحه، یا اینکه به هر حال غلط دارم با این مرمان نشنمیم صحبت. آقای خلطبری، نه دلزدگی نیست، به فکر فرو رفتنه، به این معنا که به هر حال 37 سال از حکومت جمهوری اسلامی گذشته، من فکر میکنم که عذر میخوام، خیلی خیلی معذرت میخوام، میخوام یک بحثی رو مطرح بکنم، چون وقتی که من با شما صحبت میکنم توی این برنامه امروز و فردای ایران و آقای امید و امیدوارم هست و شراره عزیز، شاید احساس میکنم که تو خونه خودم دارم بلند فکر کردنم رو باز میکنم و مطرح میکنم. اینجا این برنامه این خونه خود منه که با لطف شما سالهای درازی است که شکل گرفته. بله میفهم. این به فکر فرو رفتن رو به این معنا بهش برخورد میکنم که 37 سال از جمهوری اسلامی گذشته، ما به هر حال ضربه های بسیار بسیار سنگینی رو خوردیم. شاید هنوز مثل اون قهرمان بوکسی که توی رینگ بوکس از حریفش یک هوک میخوره توی پیشونیش و در لحظاتی یا دقایقی گیجه من این تجربه رو شخصی خودم داشتم، گیجه و نمیدونه که به چه شکله. توی پرانتز خدمتتون بگم، اون اولین باری که به تمرین بوکس رفتم و به هر حال با یک نفر، یک دوست ارمنی داشتم که این قهرمان دوم کشور بود، هی من تحریکش کردم که بیاد با من، چون دستکشا رو کردم دستش میکنه احساس قدرت میکنه و یه آدم خیلی قویه، ازش خواستم که بیاد و با من بوکس بازی بکنه، این امتنا میکرد و نمیامم. در حال من خیلی اصرار کردم و گفت باشه میام، ولی فقط یه دونه بهت میزنم. این آمد تو رینگ، واقعا آقای خلطبری
این یه دونه به مشت به من زد. دو سه نفرم من از دوستانم اونجا دور رینگ وایستده بودن که میخواستم قدرت نمایی من رو در مقابل اون ببینن. این یک دونه مشت همچین من رو کلافه کرد که من در اومدم گفتم که نامردا چند نفری میزنید. یعنی به این شکل آدم رو گیج میکنه. من نمیدونم که امروز آیا ما بعد از 37 سال هنوز از اون گیجی بیرون آمدیم یا نیامدیم. اون مشتی که خوردیم خیلی محکم بوده، یه ذره دو ذره نبوده، ولی وقتی اون وقت به توانمندی های خودمون، به ظرفیت هایی که جامعه ایرانی داره و اپوزیسیون در داخل اون جامعه ایرانی، خب منو به فکر وادار میکنه، به این فکر وادار میکنه که برم به دنبال یک سری مثال هایی که آزاردهنده است. مثال های آزاردهنده یعنی چی؟ یعنی این که آقای خلطبری تو این فیلم هایی که از باغ وحش، از حیات وحش، حیات وحش تهیه میکنن، دیدید که توی جنگل مثلا یک شیر، یک پلنگ، یک ببر حمله میکنه که یک گله مثلا گاو رو بهش حمله میکنه که اون موساله رو که کوچکترینشه اونجاست رو بگیره و تومه خودش بکنه. این گله گاو در مرحله اول سعی میکنه که فرار بکنه، ولی چند قدم بیشتر فرار نمیکنه، برمیگرده دست جمعی به اون شیر، به اون پلنگ، به اون ببر حمله کردن که اون رو مجبور میکنن اون گوساله رو زمین بگذاره و خودش فرار بکنه. این فیلم خیلی رو من اثر گذاشته، خیلی خیلی رو من اثر گذاشته که آیا ما بعد از 37 سال همچنان آمادگی این رو نداریم که جلوی یک دشمن در یک مجموعه بایستیم، و اگر در مقابل دشمن در یک مجموعه بایستیم حتما اون دشمن زمین میگذاره و فرار میکنه. پس به این شکل اگر که من بخوام که پاسخ شما رو در یک چارچوب قرار بدم، نه به هیچ وجه اون ابروجو من دل زده نشدم، به فکر رو رفتم. یعنی این که دل زدگی اون زمانی است که من فکر بکنم که همه چی تموم شده و راهی نداره. اجازه بدین یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. دوستی که آدم سیاسی است از ایران آمده و میگفتش که تمام این برنامه هایی که سر آسیب شناسی اپوزیسیون داره مطرح میشه در ایران در بین آدم های سیاسی انعکاس زیاد داره. این انعکاس زیاد نه بدین معناست که مثبته. انعکاس یعنی همه میدونن و همه هم به دلیل بدبینی نسبت به اپوزیسیون میگن این کار انجام نمیشه، حرف مشترکش میگن. ولی یک نتیجه گیری مشترک هم داره. اون نتیجه گیری مشترکشون اینه که ما منتظر هستیم ببینیم که بالاخره حسین لاجوردی کی خسته میشه و میبره از این قضیه که بره کنار. داشته میکنید؟ یعنی شما این جمله رو به این ترتیب تموم بکنم، شما عمق این مسئله رو که کاوش بکنید میرسید به همون پاسخی که باید خدمتون داده بشه. در خدمتونم. خواهش میکنم. نمیدونم آقای امیدوار هم آمادگی پیدا کردن با ما همراه باشن یا اینکه ما صحبت رو ادامه بدیم. بله بله من هستم. ما یه مقدار اشکالات دستگاهی داریم در واشنگتن با این دستگاهی که من دارم، ولی
فکر کنم حل شده، چون صدای من فکر کنم داره پخش میشه، حالا اگرم کم هست درستش میکنی. من درود میفرستم به شما آقای دکتر لاجوردی، آقای خلعتبری عزیز و بینندگان عزیز. امروز میدونین که انتخابات در واشنگتن هست، اگر این برنامه رو بعداً میبینن یا روی یوتیوب حتما دیگه نتیجهش معلوم شده، ولی این داست، این موضوعی که شما سوال کردین از آقای دکتر لاجوردی، سوالشون جوابشون منم یک جورهایی میخوام اونجوری که حس میکنم بدم. من 40 ساله در آمریکا هستم، 50 خورده سالمه، یعنی 17 ساله بودم با آمریکا اومدم. در این مدتی که در آمریکا بودم و هستم، همیشه نگاه میکردم انتخابات میشد، انتخابات شهری میشد، انتخابات دو دانشگاه میخواستن یکی رو بیارن یک کاری کنن، بچه ها انتخاب میکردن کی نمایندهشون بشه، و این مسئله برای من خیلی جالب بود که در آمریکا آزادانه هر کسی میتونه بره رای بده و انتخابات کنه، و اون کسانی که توی اون درجات هستن میتونن یک دفعه درجهشون از دست بدن و یکی دیگه بیاد روی کار، و من فکر میکردم این مسئله‌ایه که فساد رو از بین میبره، و مطمئن به این موضوع بودم و هنوزم مطمئنم که آزاد بودن مردم برای انتخابات جلوی فساد رو میگیره، برای اینکه فساد نمیتونه ادامه دار باقی بمونه. ولی این انتخابات یک مسئله خیلی عجیبی بود که مسئله ایران ما و طرزی که مملکت ما به این ناراحتی درگیر شده و داره نابود میشه و مردم ما نمیتونن کاری بکنن هم رب پیدا کرد. ببینین، دو شخص برای کاندیدای آمریکا اومدن، یکی هلری کلینتون که ایشون 30-40 سال این کاره هستش، یعنی از نقش‌های مختلفی به عنوان سکرتری استیت داشته، بعد زن پرزیدنت آمریکا بوده، نقش‌های مختلفی داشته و همیشه داشته کار می‌کرده، حتی اگر خودش هم نقش مهمی بعضی سال‌ها نداشته، چون شوهرش داشته نقش‌های مهمی رو ایجاد می‌کرده. پس این جزئی از این استبلیشمنت یا این ارگانیزیشنی که داره مملکت رو می‌گردونه، این ارگانیزیشن مملکت رو می‌گردونه، من همیشه فهم می‌کردم این قابل تغییره، یعنی این که هر کسی در هر جایی هر موقعی، چون هیچ چیزی ننوشته شده جایی که رئیس جمهور آمریکا یا سناتور آمریکا باید حتما یک درجه‌ای در یه جایی داشته باشه، یعنی یک کشاورز هم میتونه بیاد بره سناتور ناحیه‌اش بشه. بعد نگاه کردم دیدم یه بیزینسمنی که هیچ وقت در کار سیاسی نبوده اومده، حالا حرفای درست یا غلط، یه جایی درست یه جایی غلط، از نظر من مبارزه با اسلامش درست، از اونور گفتن چیزهای دیگه‌اش اشتباه، اومده جلوی این وایستاده، و من نگاه میکنم میبینم که نه فقط دموکرات ها، ریپابلیکن هایی که این کاندیداشونه همه دست به دست هم دادن که اون طبقه اجتماعی که ما فکر میکردیم از بین رفته از بین نرفته. یعنی چی؟ یعنی طبقات سیاسیشون یه طبقه مخصوص دارن، اشرافزاده هاشون یه طبقه مخصوص دارن، دینی هاشون یه طبقه مخصوص دارن، و اینها مبارزه دارن میکنن که طبقات خودشون نگه دارن. یعنی اونی که بلیونر از قسمت اشرافزاده است میخواد وارد سیاست بشه، همشون بر علیهش بلند شدن، یعنی از رسانه هایی که اینا پول دادن، از دموکرات ها، از ریپابلیکن ها، از شهردار ها، از سناتور ها، یه تعداد انگوش شماری اومدن، بقیه همه بر علیه این بلند شدن. ما باید نگاه کنیم چرا این چراری که من نشستم در این یک سال اخیر هی راجبش خوندم ببینم آخه چرا یه همچه اتفاق میفته، تنها چیزی که بشستم اینه که اینها عوض کردن سیستمی که الان هست، یعنی یه شخصی بیاد که جز اینا نیست، از دست دادن پوزیشن اینها در اون ناحیه هست، یعنی اینا دیگه قدرتشون رو از دست میدن، سناتوره و اینا ممکنه تغییر کنن، رئیس کل مثلا قسمت سیایه رو این میتونه عوض کنه، یا مثلا برای کورت آمریکا یه دفعه میتونه بره بزرگترین قاضی رو انتخاب کنه بذاره، اصلا همه چی شروع میکنه تغییر کردن. من اینه که نگاه کردم دیدم پس ما هم در دنیای ایرانمون با وجودی که دموکراسی به این صورتی که بریم و انتخابات بدیم نداریم، دو جبهه داریم، یکی جبهه جمهوری اسلامیه، یکی جبهه به اصطلاح فعالان سیاسی ما، چون من اپوزیسیون نمیدم، فعالان سیاسی ما. بعد میرسیم به اینجایی که دکتر لاجوردی میگن خسته شدیم چرا نشینه، دکتر لاجوردی قدم جلو گذاشته که یه قدم از اینهایی که فقط حرف میزدن داره میره جلوتر.
همون کاری که رضا پهلوی چندین بار انجام داده و نامه دادن، تهدیدش کردن، استعفاش خواستن، بهش گفتن این از اونجا پول میگیره. یعنی هر کسی که قدم جلو بذاره، فرق نمیکنه سلطنت طلب باشه، جمهوری خواه باشه، هر کسی باشه، برای آزادی ایران قدم جلو بذاره، این فعالان سیاسی خودشونو در خطر میبینن. عین کسانی که الان به فعالان سیاسی در حکومت آمریکا هستن، اینو خودشونو در خطر میبینن. چون در خطر میبینن، هر کاری برای اینکه پوزیشن غلط خودشونو نگه دارن، حالا غلط یا درستش من اینطوری میبینم، نگه دارن، مخالفت‌ها شروع میکنه. مخالفت‌ها چه اتفاقی میفته اینجا؟ اینجا اتفاق میفته که دونالد ترامپ یا من یا آقای خلدبری یا آقای دکتر لاجوری، نمیخوام اسم برم، که هر کسی که قدم جلو گذاشته چقدر میتونه مقاومت بکنه. اونهایی که مقاومت نمیکنن عقب نشینی میکنن، میرن پوزیشنشون رو عوض میکنن، دوباره میان سر جا اولشون، یا جزء اونا دوباره میشن ادامه میدن، یا اصلا اونا طردش خواهند کرد، برای اینکه میترسن که مبادا این شخص خیلی یه دفعه اومده وسط، یه ذره بیشتر از ما داره میفهمه، یه ذره بیشتر از ما جرأت داره. اگر اون کارو بکنن که درست، اگه اون کار نشه، یعنی اینکه دکتر لاجوردی استقامت آورده. اونجاست که کل دنیا از تاریخ اولش که نگاه میکنیم، تمام تحولاتی که در یک اجتماع شده استقامت یک نفر و یک گروهی بوده که باورمند به حرفشون بودن و روش وایسادن. و اینجاست که من فکر میکنم اون نیروی نجات دهنده ای که میخواد ایران نجات بده باید عجیب قوی باشه، عجیب قوی باشه، یا حداقل اگر قوی نیست باید انقدر در این راه علاقه و عشق داشته باشه که هیچی خستش نکنه. من فهم میکنم که خستگی دکتر لاجوردی بدنی هست نه فکری، یعنی از لحاظ بدنی خسته شدن، روزها و ساعتها جلوی تلویزیون، رادیوهای مختلف میشنن، صحبت میکنن، باید از راه درستشون دفاع بکنن، باید از کاراشون دفاع بکنن، کار بسیار سختیه. ولی من آرزو میکنم که ایشون از خودشون مواظبت کنن و در این راه ادامه بدن، برای اینکه راه درست هیچ وقت اشتباه نمیشه و خراب نمیشه و به نتیجه خواهد رسید. میبخشین طولانی صحبت کردم. خواهش میکنم. آقای دکتر لاجوردی، نظر شما رو میشنوید. والا اجازه بدید که قبل از این که آقای امیدوار صحبت بکنن، شما میخواستید صحبتی رو بکنید، اون صحبت انجام بشه، چون من در کلیاتش و همینطور اون ردبندی رو که آقای امیدوار کردن و رسیدن از نظر جامعه شناختی تو جامعه امریکا و بعد وصلش کردن به جامعه ایران، به نظرم بسیار بسیار یک روند فکری بسیار منطقی بود. و حالا گذشته از نام من که با لطفشون بردن، یه واقعیت متاسفانه، یک واقعیت متاسفانه، من توی این ببینید آقای خلدبری، دقیقاً این ماهی که الان ما داریم توش صحبت میکنیم با چند روز، یعنی ماه نوامبر 2015، این فکری که من مطرح کردم تو تلویزیون اندیشه با دوتا مصاحبه آغاز شده، الان ماه نوامبره، یعنی یک سال تمومه و به حدود 8-9 ماهی که توی برنامه های تلویزیونی و فیسبوکی و غیره و غیره وجود داره. هر روزی که جلو میریم این مسئله با موانع و مشکلات گسترده تری مواجهه، به این معنا که اگر در 12 روز از مسئله پرچم گذشته باشه، من در همون جا هم اشاره کردم که این مسئله آخریش نیست، تا روز به این نشست باز ادامه داره. به این معنا 4-5 روز پیش باز یک شایعه جدید به وجود آمد که بله، این حسین لاجوردی از اول عمرش مخالف رضا شاه بوده. حالا این وسط ماجرا چیه؟ تقریبی حساب کرده آقای دکتر لاجوردی. بله، ماجرا چیه من نمیفهمم. من 5-6 سال بعد از مرگ رضا شاه به دنیا آمدم. حالا اینو بگذاریم، ولی من آمدم گفتم که بود اگر که شماها با زبور یه حرفایی رو میزنید، من حداقل در مورد رضا شاه تو کتاب خودم نوشتم، من مدعی، من مخالف سلطنتم، ولی انصاف سیاسی اجتماعیم که از بین نرفته که.
من تو کتاب خودم آوردم که رضا شاه بانی تغییر و تحول از جامعه قبیله‌ای به جامعه مدرن در ایرانه. و این نیازی نیست آدم بگه زنده باد رضا شاه، یک تحول تاریخی است و من اعتقاد به این قضیه دارم، به این معنا که به هر حال این رضا شاه بود که با یک توانمندی یک بسیار گروه کوچک از ایران دوستان و صاحب نظرانی که اون موقع بودن این حرکت رو ایجاد کرد. آقای خلطبری، 3-4 روز بیشتر نمیگذره، فقط 3-4 روز بعد از این، یعنی تو همین 10-12 روز گذشته تا به الان، از 3-4 روز پیش به این طرف شایعه جدید به وجود آمده که بله میدونید که این کار چیه، این کار رو با پول مجاهدین حسین لاجوردی داره انجام میده، چون مجاهدین اعتبار ندارن خودشون، این داره واسه اونا انجام میده. در 10-12 روز این 3 مرحله است، ولی تموم نشده. 4 روز کنفرانس بازم خواهد بود، ولی همه اینا رو من دارم لیست میکنم توی این 1 ساله چه اتفاقاتی که اولش آغاز شد با همین پیشنهاد 2 اصل من که بلا فاصله 1 هفته بیشتر طول نکشید که آمدن گفتن که من در مصاحبه اولیم وقتی که گفتم که مردم باید بیان از اپوزیسیون سوال بکنن و به عنوان مثال بگن حسین لاجوردی تو چه غلطی کردی تو این 37 سال، هفته بعد یعنی بلا فاصله آمدن و گفتن که تو گفتی شاهزاده رضا پهلوی تو چه غلطی کردی، یعنی درست دقیقا در نظر بگیرید که من گفتم اصلا ادبیات همین نیست، من در مورد خودم صحبت کردم، این مسئله اصلا حالا منظورم اینه. این متاسفانه آقای خلطبری این بحث، امید خیلی خوشحالم امروز یکی از اون موارد دیگری بود، چون من امید رو به دلیل اینکه ریاضی بلده، به دلیل اینکه کار کامپیوتر میدونه و کار کامپیوتر دونستن یعنی یه ذهن فعال داشتن، این یکی از موارد خاصی بود که باز من از امید شاهدش بودم که این موارد رو همینطوری مرحله به مرحله آورد رسون به جایی که ما امروز قرار داریم. ببخشید خواستم که فقط گفتی توضیح بدم، در خدمتتونم. خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر لاجوردی، این موضوع بحث پرچم، من البته به طور کامل در جریانش نبودم که به هر حال مخالفین یا موافقین در رابطه با موضوع پرچم. صداتون خیلی کم هست، عذر میخوام. صدای شما آقای خلطبری خیلی کم هست. الان بهتر شد آقای جان؟ بله بله، مثل اینکه میکروفون اون هست. مرسی. موضوع پرچم رو نمیدونم در چه مرحله ای چه ایراداتی به اون وارد کردن یا چه به هر حال حمایت هایی از این موضوع داشتن، در چه رابطه ای بوده. من فقط یکی دو مورد تاریخی رو میخواستم آقای دکتر لاجوردی اشاره بهش بکنم. شاید همونطور که شما اشاره کردید ما برای بسیاری از بحث های خودمون علارغم اینکه 37 سال و همون ضربه اولی که وارد شده به جامعه ما نتوانستیم از اون گیجی خارج بشیم، اما خب به هر حال دیر یا زود همه چیز روشن خواهد شد، حداقل در اذهان در درجه اول. ببینید من یه مقاله ای رو که دلم میخواد اتفاقا یه روزی این مقاله رو خدمتتون بفرستم تا جناب عالی به طور کامل این مقاله رو، میدونم که دنبال کردید، میدونم که خیلی از کتب، بسیاری از رساله ها، بسیاری از مقالات رو در این رابطه شما دنبال کردید و موضع‌گیریتون یک موضع‌گیری باز و در این حال بر مبنای منطق هست. این رو من کاملا بهش واقفم و بارها هم به این نکته اشاره کردم، اما بد نیست اینجا این قضیه رو مطرح بکنیم که حدود به بین 10,000 تا 7,000 سال قبل وقتی که جامعه ایرانیان یا آریایی هایی که خودشون رو به فلات ایران میرسونن در ماه بهار
به فلات ایران میرسن. با اون اعتقاداتی که به اشکال ستارگان در اون موقع بین اقوام وجود داشته، نقش آسمان رو نیش دیدند. اما تا ماه مرداد که نقش آسمان شیر بود، بساط زندگیشون رو اون چوپانان، اون گلداران آریایی پهن نکردن، چرا که نماد شیر نماد قدرت و نماد در اصل پیروزی در عرصه های زندگی بوده. اما این عرصه 7 تا 10 هزار ساله رو که پشت سر میگذاریم، به دوره ساسانی که میرسیم، میبینیم که خاقانی شیروانی قصیده‌ای داره در رابطه با نقش شیر بر پرده شادروان مروارید. شادروان مروارید پرده حریر و مروارید دوزی بوده که پادشاهان ساسانی در پشت اون تختگاهشون قرار داشته و از پشت شادروان مروارید در اصل با روحانیون، مقامات لشکری یا مردمی که به دیدار شاه میرفتن ملاقات میکردن. و باربود نغمه‌ساز و آهنگساز دوره ساسانی هم یکی از سی لحن خودش رو در موسیقی دوره ساسانی، لحن شادروان مروارید هست که یکی از اسامی است که در واقع روی سی لحن باربود قرار داره. و خاقانی شیروانی اشاره میکنه که بر روی این پرده حریر مروارید دوز یک نقش شیر زرد رنگ قرار داشته و نشون میده که همچنان این قضیه در تاریخ ایران معذرت بخواست به چه شکلی وجود داشته. در رابطه با درخش گاویانی که الوان متفاوت یا هدایایی که پادشاهان در پیروزی ها یا در بسیاری از جنگ های خودشون یا غلبه بر خشکسالی ها شاد این درفش گاویانی رو در اصل که یکی از مقامات بزرگ دوره اشکانی و دوره ساسانی نگاهبانی درفش گاویانی بوده که مقامی بلافاصله در بین رجال بعد از شاه محسوب می شده، اشاراتی هم به نقش شیر بر روی همین درفش گاویانی هست. و اما خورشید تنها در بین ما نیست. خورشید علاوه بر این که در بین اقوام آریایی مظهر زندگی بوده و مذهب میترائیز، خدای جنگ را با نوع جنگ یا میترا به هر حال خدای خورشید یا رب و نوع خورشید نام داشته، میبینیم که در خوشحالم که آقای امیدوار هم نقشهایی رو در این رابطه روی تلویزیون قرار دادن. نکته بسیار مهمی که در مورد پرچم کوروش هستش، پرچم هخامنشیان هستش. بله بله. نکته‌ای که بسیار میتونسته حائز اهمیت باشه در این رابطه این هست که خورشید، مثلا شما شب یلدا هنوز در بین اقوام ایرانی به ویژه ایرانیان یک شب خاص هست، طولانی ترین شب سال. اما از اونجایی که بسیاری از نکته‌های فرهنگی ما در پس غبار تاریخ محو شده، مهمتر از شب یلدا روز اول دیماه بوده. روز اول دیماه رو بهش مهر روز میگفتن، یعنی روز تولد میترا بوده. پس از طولانی ترین شب سال وقتی که خورشید در آسمان در افق پیدا میشده، میگفتن که زایش میترا در مهر روز صورت گرفته. اهمیت خورشید هم در نزد ما، هم در نزد ارامنه، هم در نزد مسیحیت به طور عام دارم عرض میکنم، یک نماد سمبولیک هست و میدونیم که در بین اقوام مایایی، در بسیاری از اقوام کهن، خورشید سمبول زندگی، سمبول زایش، گرما و زندگی بوده و تلفیق خورشید و شیر در اصل یک نماد ملی، یک نماد قومی
به طور عام دارم عرض میکنم در بین ایرانیان بوده و ربطی به فلان شاه، فلان سلسله، فلان سیستم نداشته و نداره و همواره این نماد میتوانسته به عنوان نماد قدرت، سرزندگی، زایش، پویایی و حرکت ملت ایران شناخته بشه. متاسفانه همانطور که اشاره کردید در 37 سال پیش وقتی که ما هنوز گیج بودیم یک شخصی مثل آقای خمینی میتونه بیاد و نماد پرچم ایران رو، نماد ملی که ربطی نه به محمد رضا شاه پهلوی، نه به رضا شاه پهلوی، نه به پادشاهان قاجار، نه به امیرکبیر، نه به مصدق، نه به این نه به آن، بلکه به ملت ایران تعلق داشته رو برداره. و متاسفانه ما تنها کشوری در جهان هستیم که بر روی پرچم ملی ما زبانی به غیر از زبان ملی و زبان عام و مشترک ما یعنی فارسی روش واژه الله اکبر، حالا با اون شکل شمایلی که در موردش حرف و حدیث هم بسیار هست، نماد پیدا کرده. امیدوارم همونطور که اشاره کردید در تمام سطوح اگر قرار هست ما روزی بتوانیم همدیگر رو پیدا کنیم، دوباره بتوانیم برای نجات ایران، برای رهایی ایران کاری انجام بدیم، یادمون باشه که بسیاری از نمادهای ملی، نمادهای فرهنگی و نمادهای تاریخی معرف چگونگی مردم ایران، باورهاشون و چشم داشتشون به زندگی در طی نسل‌های متمادی هست. ببخشید که در این رابطه توضیح یه خود طولانی شده. اگر دکتر لاجوردی اجازه بدن من یک مسئله کوچیکی فقط در اینجا بگم. من صحنه‌های گذاشتم البته برای برنامه آینده من که در ماه دیگه است تهیه شده، ولی خیلی دوست دارم که شما این تصویرها رو ببینین. این اولین تصویریه که روی سنگ‌ها کندکاری شده که خدایان خورشید و ماه بودن، که اینها روی یک شیری که روی زمین خوابیده است که مال 950 قبل از میلاد مسیح، 950 قبل از میلاد مسیح. درسته که شیر مال خدایان نشانه میترا بوده، میترایزم بوده و همیشه ایرانی ها شیر و خورشید و نشانه میترایزم بوده قبول داشتن و شیر هم نشانه نگهداری بوده، قدرت بوده که در اینا بوده. اما باید توجه بکنین که ما پرچم‌های مختلفی که در ایران داشتیم، شیر و خورشید 200-300 سال بیشتر نیست که وارد شده. یعنی اگر من برای شما روی صحنه میخوام بذارم که حالا به ترتیبشو نمیذارم، ولی اگر نگاه کنی این غزنویانه، این پرچم غزنویانه که یک ماه زرد میذاشتن روش، و اگر نگاه کنی شیر و خورشید اینجا هست، مثلا این پرچم نادرشاه شیر و خورشید در پایینش هست، پرچم دولت مشروطیت به این صورتی که الان میبینیم که شما مقدار سبز و سفید و قرمز با شیر و خورشید و شمشیر، این پرچم پرچم مشروطیت ایران. یعنی به هیچ عنوان شما نمیتونید اینو ربطش بدیم به خاطر اینکه شیر و خورشید توش هست به اون چیزاست. پرچم آمریکا توش ستاره است، ختم است، اما تغییر کرده. چون تغییر کرده تعداد استیتا عوض شده، تغییر کرده. یعنی چی؟ یعنی گفتن ما اگر 11 تا داریم حالا 50 تا داریم، بیایم برای هر 10 تاش 10 تا بذاریم، تقسیم بندی کردن که جا بشه. پرچم ایران هم به همین صورت تغییر کرده و پرچم ثابتی ما نداریم. آقا محمد خان قاجار شیری بوده که داشته راه میرفته و روی پرچم قرمز خالی بوده. این پرچم امیرکبیره که اگر بخواین قشنگ نگاه کنین، اولین پرچم سرنگی که به این صورت شیر شمشیر دستش بوده امیرکبیر بوده که درست کرده بوده. این دوره صفویان بوده. باز دوباره نگاه کنین ببینین دوره صفویان مال کی هستش، این شروع این کار بوده. اما 200 سال بعد از اینکه عرب‌ها به ایران، اسلام به ایران حمله کرد، چون ایران از پادشاهان و قبیله های مختلف درست شده بوده و دیگه قدرتمندی بالای کار نبوده و در حال جنگ بودن، هیچ پرچمی در ایران برای 200 سال وجود نداشته. فقط بابک خرمدین که سرخ جامگان بهشون میگفتن و ابو مسلم خراسانی که سیاه جامگان میگفتن، دو تا پرچم در ایران وجود داشته، به غیر از پرچم هایی که مثلا الان کردا میگن مال ماست، لورا میگن مال ماست. این پرچم ایران در اصل برای مدت بسیار زیادی این علامت عقاب یا فروهری که بعداً بهش اضافه میشه، مثلا شاه طهماسب فقط یک گوسفند داشته
و دورش خورشید دوباره گذاشته بود برای که از میترا می اومده گذاشته بوده روش. این مال اشکانیان هستش. قشنگ نگاه کنی پرچم اشکانیان فقط خورشید بوده و مدل های مختلف. این بازمانده پرچم اصلی که مال دولت کوروش بزرگ بوده پرچم این بوده، اثری از شیر نبوده، اثری از خورشید نبوده، اثری از هیچ کدوم از اینها وجود نداشته. داره من چیزی که میخوام بگم، میتونیم اینو قبول بکنیم که الان یک پرچم همبستگی باید قبولش بکنیم، وقت بسیارم زیباه، همه چیش به غیر از شمشیر کجش که مال اسلامه درسته، خیلی هم خوب هستش، اون هم هیچ مسئله مهمی نمیشه قبولش کرد. اما مسئله سر اینه که پرچم اونقدر مهم نیست که الان نجات مملکت مهم. یعنی اگر من با آقای دکتر لاجوردی و شما هر کدوم از یک نوع طرز فکری که ما در ایرانی ها می‌بینیم متعدد هستش می‌هستیم و می‌خوایم بشینیم در یک موضوعی راجع به یک مسئله‌ای به نقطه مشترک برسیم و اگر در اون مسئله یک دفعه ما میگیم که آقا ما در کافی شاپ بریم بشینیم صحبت کنیم یا در ساندویچ فروشی و اگه سر این مسئله ما دعوامون بشه اصلا مسائل دیگر چیکار میخوایم بکنیم. مسئله ببینید، من اولین دفعه که اینو شنیدم دکتر لاجوردی میدونم اصلا مخالف این بودن که چرا نمیذارن پرچم بیاد و بحث بسیار، آقای دکتر لاجوردی شاهد هستم و من به عنوان یک دوست، به عنوان یک کسی که اینجا فقط آشنایی دارم، نظرمو گفتم که من فکر می‌کنم پرچم شیر و خورشید باید باشه، اما برای من باید باشه، یعنی من میتونم اینجا بزنم، میتونم جلوم بذارم، اما پخش کردن و پهن کردن یک پرچمی که بعضی ها باش مخالفت دارم به دلیل اشتباه، من قبول میکنم آقای شهرخواه به دلیل اشتباه با اون مخالفت دارم، اما الان ما میخوایم بریم جمهوری اسلامی بندازیم، مطمئن باشین که اگر شدنی بود تو این 36 سال 37 سال 38 سال شده بود و چون ما میبینیم این مسئله جدایی میندازه بین دوستان هموطنان ما با طرز فکرهای مختلف، میتونیم اون فعلا اون مسئله رو کنار بذاریم، راجبش در اون جلسات بحث کنیم، با آرا بذاریم و صحبت بکنیم و من فکر میکنم این کار درستیمه که من اگر پرچم چهار رنگ دوست دارم جلوم بذارم ولی ایرانی هستم ولی میخوام ایران نجات بدم، من نباید نفع بشم و منو وطن فروش من اسم ببرم. من شاید دوست دارم شمشیری بردارم، چه اشکالی داره؟ من نظر شخصی میدارم میگم، بعدا نظرگیری راجبش خواهد شد، ولی میگم مسئله مهمی نیست و اینو فقط درست میکنن برای اینکه اشکال بندازن تو اپوزیسیون، این برنامه مصدق، این برنامه شاه، این برنامه بختیار، این برنامه مدنی، این همه برنامه‌ای که پیش میاد که فردا آقای دکتر لاجوردی هم به جمع اونا میپیوندن که ما میگیم آقا ایشون هم پس حالا اینطوری گفتن، ایشون میگه نه اون گفته. پس اینها مسائلیه که برای ما درست کردن و من فکر می‌کنم ذهنی که آشنایی با مسائل سیاسی نداشته باشه خیلی سریع با این درگیر میشه. با شما هستم. عذر می‌خوام. جناب دکتر لاجوردی من نوبت با شما میدم. بعدم با صحبت آقای بفهمید خواهش میکنم. شما رو بشنوم. نه مطالبیه که به حال در گذر زمان در طولانی مدت به عنوان تاریخ و در گذر این یک سال گذشته تا به الان پیش آمده، بارها و بارها این بحث شد که مسئله موافقت و مخالفت با پرچم نبوده هیچ وقت، که همون این که در این یکی دو جلسه هم در اون زمان خودش من توضیحات رو دادم، آقای امیدوارم الان اشاره کردن. من بسیار متاسفم، بازم آقای خلطبری اینجا بازم تکرار میکنم، تأکید میکنم، بسیار متاسفم که امروزه در منطقه خودمون ما با کولبار تمدن و فرهنگ خودمون، با یک امپراتوری بزرگ و سابقه خودمون، از یمن و سوریه و لیبی و عراق و افغانستان هم عقب‌تریم سر پرچم. یعنی اونها حداقل یه پرچم دارن، چه پوزیسیونشون چه اپوزیسیونشون، همشون یه پرچم رو دارن. این ما هستیم که از 37 سال پیش به این طرف اختلاف پرچم واسمون به یک نوزل بزرگ بدل شده. مثلا فقط همین این در 12 روز پیش نیست، مدت طولانی است از این سال، کما اینکه این بحث رو خود ما در انجمن پژوهشگران ایران 18 سال پیش مطرح کردیم که بیایم فعلا تا مرحله بعد از جمهوری اسلامی رو پرچم سرنگمون توافق بکنیم، ولی خب مسئله به اینجا رسید. در خدمتتون هستم. ببخشید آقای
دکتر لاجوردی، من پاسخ امید رو پاسخ، البته نه این که ما با هم بحث خاصی در این رابطه داشته باشیم، بلکه داریم گفتگو میکنیم. صحبت از پرچم در واقع صحبت از نماد هست. نماد به شخصیت و هویت برمیگرده. یه مثال خیلی واضح در این رابطه خدمت رو عرض بکنم. بحث پرچم سالها در شهری که ما زندگی میکنیم استکهلم وجود داشت. بارها در تظاهرات مختلفی که میتونسته در جای جای یه ذره جلوتر بیاین، عذر میخوام، مناسبت‌های مختلف وجود داشته باشه، بحث پرچم هم در گرفته در بین رادیوها، در بین مردم در استکهلم. اما ما به یک شهود عینی میرسیم در این رابطه. خاطرتون هست آقای دکتر لاجوردی، زمانی که مسابقه فوتبال بین ایران و کشور سوئد در استکهلم برگزار شد، جوانانی که بسیاریشون شاید حتی ذهنیتی هم از ایران ندارن اما بسیار دلبسته به ایران هستن، با اون شور، حرارت و تربیت بسیار بالایی که از خود نشون دادن، که در جراید سوئد در بین ستارگان فوتبال سوئد هم زبان زد شد، از جمله سلاتان ستاره فوتبال سوئد گفت من با یک شب جادویی روبرو شدم زمانی که 30,000 تماشاگر ایرانی در اون استادیوم حضور داشت، پرچم شیر و خورشید 95 کیلویی رو گستردن و بسیاری از شادی‌های مردم در تشویق از تیم سوئد و در تشویق از تیم ایران کاملا مشهود بود و حتی پلیس سوئد میگفت که ما شبی به این آرامی، به این نظم سراغ نداشتیم. حتی زمانی که مسابقات فوتبال داخلی در سوئد برگزار میشه، همیشه پلیس درگیر بوده و همیشه مسابقاتی براش بوده. 30,000 نفر در اون شب حضور داشتن و با شادی و دستفشانی، با نشان دادن پرچم شیر و خورشید، که تلویزیون جمهوری اسلامی دچار مشکل شده بود که کجا را فیلم برداری بکنه و در کجا در ایران نشون بده. بعدن از طریق فدراسیون جهانی فوتبال شکایت کرد جمهوری اسلامی، فدراسیون فوتبال سوئد اعلام کرد که ما این جریمه رو پرداخت میکنیم به خواست تماشاچیانی که در اون استادیوم حضور داشتن. به فاصله یک هفته بعد، 10 روز بعد، آقای دکتر لاجوردی شما حضور داشتید در لس آنجلس در مسابقه والیبال بین ایران، تیم ایران و تیم آمریکا. پرچم یاسر الله و پرچم جمهوری اسلامی و حتی دختران بسیار زیباروی ایرانی، پسران بسیار برازنده ایرانی روی صورت و لباس خودشون پرچم الله جمهوری اسلامی رو هم کردن. ببینید، صحبت وقتی صحبت از نماد هست، صحبت از هویت هست، صحبت از شخصیت هست و این در تمامی آحاد یک ملت یک شور، یک حرارت به وجود میاره، یک همبستگی به وجود میاره. ما در مورد پرچم که خب فعلا موضوعی است که به آینده ربط پیدا میکنه، در مورد موضوعات مربوط به ایران بعدن راجبش صحبت میکنیم. اگر بخوایم با این شیوه برخورد بکنیم که در واقع همه رو راضی نگه داریم، نه میتوانیم همه رو راضی نگه داریم و اتفاقا همه رو ناراضی خواهیم کرد. موضوعی که میتونه اینجا وجود داشته باشه اینه که اساس، با تمام اعتقادی که به آزادی و دموکراسی دارم، تصور میکنم بر روی برخی از مسائل اصلا رای گیری معنا نمیده. مثل اینکه مثلا ما نام ایران رو، خب ایده میگن چرا نامش ایران باشه، میتونیم نامش رو یه چیز دیگه بذاریم، بیایید پس حالا در سر نام ایران رأی بگیریم. این موضوعی است که در آینده میتوانیم در موردش توافق کنیم. خلدون، دو موضوع مختلف است. اسم با نشان فرق، این نشان پرستی، صحبتم تموم میشه. اون چه که مسلم هست بر مبنای یک سری اصول که یک ملتی تاریخ، فرهنگ و هویت خودش رو در اون مشاهده میکنه و شناسایی میکنه، صحبت از
دموکراسی نیست. حالا من میگم چرا نیست. ما دموکراسی رو برای ایران میخواییم، نه ایران رو خرج دموکراسی کنیم. بین این دوتا مقوله باید تفاوت قائل شد. ما روزی در آینده ایران دلمون میخواد کشوری دموکرات داشته باشیم، کشوری که در اون مردم بتوانند به رأی خودشون، به نظر خودشون و مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور هویت ملی خودشون و هویت شخصی خودشون رو بدونن و شناسایی کنن. ما دموکراسی رو برای یک ایران آزاد، یک ایران آباد میخواییم، اما نه ایران رو خرج دموکراسی که در آینده هیچگاه بهش نخواهیم رسید. عرضم رو تموم میکنم. بحث در این رابطه بازم وجود داره، ولی خب من وقت رو بیشتر نمیگیرم. در خدمت من چون وسط صحبتتون پوزش میطلبم اومدم. من فکر میکنم وقتی که مملکت ما در این بدبختی وجود داره و الله پرست هستن، که همونطوری که گفتین پرستش اون کلمه الله با پرستش یه گل با پرستش میگن، و تعصب داشتن روی شیر، تعصب داشتن روی پرچم، اینها همه با هم یکیه. شما اگه توجه بکنید تمام این دینهایی که شما در دنیا میبینین اول از سمبول پرستی شروع شده، از عکس حیوانات شروع شده، از عکس شیها درست شده، از مجسمات شروع شده، از صورتها درست شده، رسیده به این جایی که اونو کردنش تو آسمون ازش یه سمبولی درست کردن. تمام پرچم هایی که در دنیا وجود داره از تاریخ اولش تا آخرش، هر موقع لازم بود من برای شما از 10 جای مختلف میفرستم، از کشورهای مختلف میفرستم که ببینین که تاریخ بعد پرچم نشان دهنده یک حاکم بوده. یعنی یک حاکمی برای خودش یه لوگوی درست میکرده که در جنگ ها شناسایی بشه. بیشتر این پرچم ها روی بیرق ها زده میشده که در جنگ ها گذاشته بشه، روی لباس ها. هیچ مردم هیچ کشوری تصمیم گیر در مورد پرچم خودشون هیچ موقع در تاریخ دنیا نداشتن. سمبول من هویت من ایرانی پرچم شیر و خورشید نیست. هویت من ایرانی تاریخ منه، هویت من ایرانی مردم منه، تاریخ زبان منه، آداب و رسوم و رفتارهای منه. اگر یک پرچمی میخواد هویت من ایرانی باشه، من ایرانی نیستم. پس چرا؟ نه برای این پرچم میگم، هیچ سمبولیو پرستش نمی کنم و به هیچ چیزی سر تعظیم نمیذارم. همه چی قابل تغییره، همه چی باید قابل تغییر باشه. اگه قابل تغییر نشه تبدیل به دین خواهد شد. آقای امیدوار به این بحث، ما ایران هم میتونه تغییر بکنه. ایران هم تا حالا اگر 40% مساحتش رو از دست داده، از این منبعد هم خب ما باید تغییرش رو بپذیریم. نه، سمبول پرستی با زمین فرق میکنه. ببینین آقای چیز، میدونم در بحث های دیبیت ها و فرق فلسفی آدم میتونه آسمون رو به زمین بدوزه، ولی مطمئن باشین که بودن ایران ربطی به پرچمش نداره. همونطوری که در تاریخ 3000 ساله ایران صدها پرچم اومده، هیچ فرقی در ماهیت ایران نکرده. من و شما هنوز ایرانی هستیم. شما فهم میکنین در زمانی که غزنویان بودن و پرچمشون شیر خورشید نبود، اونا ایرانی نبودن؟ امیدوار، در دوره غزنوی، در دوره سلجوقی، در دوره تیمور لنگ، در مورد دوره تازیان، ایران ما اشغال شده. مثل چیزی که الان در 37 سال توسط نظام جمهوری اسلامی اشغال شده. ما 200 سال سکوت‌ها در ایران داشتیم. ما در ادواری از تاریخ ترکان، تاتار، اعراب، مغول بر مملکت ما استیلا پیدا کرده و ما صاحب یک حکومت. ما کی هستیم؟ مردم ایران. مردم ایران کی هستند؟ ببینید، میشه برای من اینو مشخص کنی؟ آیا اون آذربایجانی مردم ایران نیست؟ چرا؟ خب اومده حکومت کرده دیگه، چرا نکنه؟ بعد حتما فارس بلند شه؟ ببینید، اصلا کسی صحبت از پارس نکرد. آخه شما میگین اینا همشون مال یه جا دیگه بودن، نه مال ایران بودن. ببینید یه اشتباه نگیرین، ایران با تمام کشورهای دنیا، با سوئد و اینا فرق داره. ایران تشکیل شده از آدمهایی با زبان، لباس، غذا، رفتارهای مختلفه که مجموعه اینا رو ما ایران میگیم. اگر قرار شه پادشاه ما همیشه فارسی زبان باشه، اون میشه قسمت‌های امپراتوری و پادشاهی که یک قدرت میگیره. ایران شاید در
آینده یه کرد بیاد قدرتمند بشه بگیره، شاید یه آذری بگیره، یه لوری بگیره. آقای امیدوار عزیز، صحبت از ترکان که شد، ترکان آسیای میانه است و نه آذری های ما. صحبت از تاتار که هست، اقوام مغول بین هندوچین از مرز سینگیانگ هست به سوی که آمدن و ایران رو اشغال کرد. ببینید دوست عزیز من، مردم ایران حتما از زبانها، گویشها و باورهای متفاوت تشکیل شدن و بحثی در دوره هخامنیش منشیش هم همینطور بوده، در دوره مادش هم بوده، در دوره ساسانی و اشکانیش هم بوده. این اصلا بحث این بحث مبحث نیست. اتفاقا شما وقتی میگید آذری های ما ایرانی ترین ایرانی ها هستند، شما نام خود آذربایجان نشان دهنده اینی که در تمام طول تاریخ در صورت حساب های مالیاتی دوره ساسانی، دوره اشکانی، آذربایجان وجود داره، اگر تهران وجود نداره. پس بنابراین این موضوع این به این صورت نیست که ما بر روی یک قومیت پارس یا فارس ما متمرکز هستیم، اصلا به این صورت نیست. صحبت از نماد هست و من در اول عرایزم اینو عرض کردم که نماد شیر و خورشید نماد ملی مردم ایران هست، یعنی برآمده از مردمی که رمه‌دار بودند، چوپان بودند، کشتگر بودند، نه پادشاهان و حکما. من با شما مخالفم. اجازه بدید دو دقیقه وقت بگیرم. ببینید، من بحثی رو که آقای خلفبری در مورد پرچم شیر خورشید و مثالی که در مورد مسابقه فوتبال و اون استادیوم و اون 30,000 نفر کردن رو باید بگم، من هم در جریان کاملش هستم. یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته اینه که آیا بعد از اون جمعیت 30,000 نفری و سمبل شیر خورشید مسئله پرچم در سوئد حل شد؟ این سوال رو اول بهش پاسخ بدیم. من مرحله بعدش رو بگم، یک سال و نیم بعدش، یک سال خورده بعدش، همون مسابقه والیبال بین‌المللی است که اشاره کردید به درستی در استادیوم لس آنجلس، در شهر لس آنجلس انجام شد. همزمان با اونی که من در امریکا بودم، دعوت به یک کنفرانسی داشتم در استکهلم، همزمان، دقیقا همزمان. و اون کنفرانس مربوط به ملیت های ایران بود. در این کنفرانس ملیت‌های ایران که من در لس آنجلس بودم و شرکت نکردم، تمام این اقوام ایرانی از بلوچ و کرد و ترک و ترکمن و نمی‌دونم لور و عرب ایرانی اونجا حضور داشتن و پرچم‌های خودشون رو گذاشته بودن اون بالا. سوال به طور مشخص اینجاست، یک سال خورده بعد از مسابقه فوتبال که جناب علی مثالش رو زدید بود، سوال اینجاست، اونا ایرانی بودن یا نبودن؟ هنوز جواب نمیخوام، هنوز بقیه عرضم مونده. توی این ماجرای پرچم و توی این دو شرطی که ما برای این میز گرد تعیین کردیم، یکی از این شرایط در مرحله اول یک پارچگی ایرانه. اولین شرط، دو تا شرط اولینش یک پارچگی ایرانه. چپ ها به نظر شما که الان یه تعداد بیشماریشون در استکهلم و سوئد هستن، در جاهای مختلف سوئد، این چپ های ایرانی، ایرانی هستن یا نیستن؟ این سوال دومه. چرا که اینها نپذیرفتن به این دلیل که میگن که حق تعیین سرنوشت در منشور 30 ماده‌ای سازمان ملل متحد وجود داره و ما به این شکل یک پارچگی ایران رو نمیپذیریم. من بیشتر از این جلو نمیدم. از این دوتا مثالی که زدم نتیجه گیری میکنم. یکی این که این اقوام ایران در کل ایران به نظر من ایرانی هستن، چپ های ایران هم به نظر من ایرانی هستن.
فرض میکنیم که تعداد اینها نسبت به کسانی که شیر خورشید و پرچم شیر خورشید رو قبول دارن 2-98، یعنی 98% مردم ایران پرچم شیر خورشید رو قبول دارن، همه چپ های ایران، همه اقوام ایران هم اون 2% هم و قبول ندارن. سوال اینجاست که اگر این اختلاف عقیده در طول این 37 سال گذشته وجود داشته، ما مسئله پرچم رو جز اون 2 اصل نگذاشتیم، به رأی گیری هم نگذاشتیم، چون خود مسئله پرچم یک مسئله، یک موزل بین این ایرانی های متعدد و متفاوت الفکر بوده که از نظر من همه ایرانی بودن، همه ایرانی بودن، ولی این اختلاف وجود داشت. اگر ما 2 اصل پیشنهاد کردیم صرفا به این دلیل که یک بحث گسترده پرچم رو فعلا محول بکنیم به بعد از جمهوری اسلامی و مجلس مؤسسان، اگر شما کلیه اقوام ایران و کلیه چپهای ایران رو ایرانی نمیدونید، من با شما کاملا موافق هستم، ولی من چون ایرانی میدونم مسئله پرچم رو در اینجا جدا کردم. عرضی ندارم. یک پرسش از خود شما دارم آقای دیتا لاجوردی. شما خودتون الان فرمایشتون فرمودید که چپهای ایران حق تعیین سرنوشت رو قبول دارن و هم تمامیت ارضی ایران رو مسئله‌ای نمیدونن. ایرانی هستن یا نیستن چپهای ما؟ حتما هستن، ولی تمامیت ارضی اصلا معنی نمیده براشون. ببینید آقای دکتر لاجوردی، تمام این دوستانی که شما میفرمایید، آقای جلو نرید، حق تعیین سرنوشت با تمامیت ارضی متفاوته. یعنی حق تعیین سرنوشت، من شنیدم از دوستان چپ بگن که شما اگر همسرت خواست ازت طلاق بگیره میتونی بادرش کنی که با ازت طلاق نگیره، اگر فلان ایالت یا استان هم نخواست در ایران بمونه، شما مثل اینکه زنت میخواد جدا بشه، خودش میخواد، شما کاری از دستت بر نمیاد، اونم همونه. من این منطق رو شنیدم از دوستان چپ. ببینید آقای دکتر لاجوردی، مسئله همون صحبت میشه که ما ایران رو، دموکراسی رو برای ایران میخوایم یا ایران رو برای دموکراسی. ما باید تکلیفمون رو در بعضی از مقاطع تاریخی مشخص کنیم. بسیاری از این دوستان وقتی که دعوت به تظاهرات میکنن انگوش شمار میتوانند داشته باشند، اما در یک مسابقه فوتبال که پرچم 90 کیلویی میاد توی استادیوم، 30,000 ایرانی بی سابقه است که در یک نقطه جمع بشن، حالا به منظور ورزشی است یا به منظور تفریح. این باز برمیگرده به اون چه که خواسته یک ملت رو نتوانستند این گروه ها پاسخگو باشن. موضوع مورد دوم هم دارید تو این 37 سال؟ بله، مورد دومی هم تو این 37 سال دارید در استکهلم منظورتونه؟ نه، در دنیا، در تمام دنیا. الان 5-6 میلیون ایرانی حتی در افریقا حضور دارن. من میگم مورد دومی هم غیر از هیجان استکهلم برای فوتبال، مورد دومی هم در 37 سال دارید؟ چون من مورد من هزار هاست در 37 سال که اختلاف شما در استکهلم بیشتر از همه جا، که اختلاف پرچم به چه شکل در استکهلم بیشتر از همه جا وجود داشته. میگم مورد دومی هم دارید؟ ببینید آقای دکتر لاجوردی، ده مورد داریم ما. صداتون قطع میشه. عرض کردم کنسرت خانم گوگوش در استکهلم. جان صدای آقای خلفری قطع. درست هستش، الان درست شده. شما شاید ندارید. کنسرت خانم گوگوش 12,000 نفر در استکهلم جمع شدن. ببینید آقای دکتر لاجوردی، مسئله اینه که صحبت از نیاز هست و صحبت از این هست که اون چرا که یک ملت از جانب کسانی که خود را نماینده سیاسی یا فعال سیاسی مطرح می کنن، آیا برآورده میشه یا نمیشه. صحبت از این هست که اگر من مملکتم رو مثل همسرم ببینم که خواست از من طلاق بگیره، بند کاری از دستم بر نمیاد، پس اگر در 60 سال پیش 50 تا کشور بود، الان 210 تا کشوره، پس من باید دموکراسی رو بپذیرم و به پاش برم. خب
این چیزی نیست که با مزاج یا سلیقه یا بینش میلیون ها ایرانی همخوانی داشته باشه و ما باید این نکات رو، این نکات فرهنگی، نکات تاریخی رو دریابیم و بر مبنای اون حرکات سیاسی خودمون باشه. متاسفانه یکی از بحث هایی که در استکهلم بوده این بوده که شما میبینید مجاهدین خلق هم پرچم شیر و خورشید ایران رو دارن، سلطنت طلب ها و مشروط خواهان هم پرچم شیر و خورشید دارن. این اشکال از احزاب سیاسی است، از فعالین سیاسی است که سمبل ملی مبدل به سمبل حزبی شده. این تیزهوشی آنها بوده که یک سمبل ملی رو تبدیل به یک سمبل حزبی کردن. مشکل ما در واقع اگر قرار باشه که به این نکات پرداخته بشه، باید نکاتی باشه که در واقع ببینیم خواست مردم ایران آنچه رو که در توانشون بوده در این 37 سال، در نقاطی که توانستن نشون بدن، بروز بدن این خواسته ها رو، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، مردم نشون بدن مردشون رو. متاسفانه خب ما قول شما وقتی که در استکهلم صحبت ملیت‌های ایرانی، ما ملیت‌های ایرانی یعنی این که ما ایرانستان که نداریم، ما یک ملت داریم، اقوام مختلف داریم. اصلا یه نکته رو خدمتون بگم اگر زیاد عرضی هم هست آقای دکتر لاجوردی، ما بر سر حقانیت زبان مادری صحبت بود. دوستی روزی روی آنتن رادیو داشتن صحبت میکردن، گفتن که آقا شما به این اعتقاد دارید که زبان مادری باید به رسمیت شناخته شده بشه؟ گفتم حتما. ایشون برگشتن گفتن ما آموزش به زبان مادری رو در واقع، گفتم نه، شما آموزش زبان مادری یک اصل پذیرفته شده است، ولی وقتی میفرمایید آموزش به زبان مادری یعنی تمام رشته هایی رو که یک دانش آموز باید درس بخونه به اون زبان بخونه، یعنی اینکه قطع ارتباط با زبان مشترک باشه. ببینید با یک حرف اضافه به کل خواست سیاسی اون گروهی که در پای این مطلب ایستاده بودن کاملا مشخص شد. پس بنابراین این نکته حائز اهمیت فراوانی است که در اصل اگر قرار هست که در آینده ایران برای آزادی ایران، برای رهایی از نظام جمهوری اسلامی باشه، ما با چه دورنمای خودمون رو روبرو میکنیم؟ اگر این دورنما مبهم باشه، اگر این دورنما بتوانه ما رو از خواستهای تاریخی، فرهنگی و ملیمون دور نگه داره یا حداقل نتواند به اون صورت آشکار برامون وجود داشته باشه، هر خطری میتونه بدتر از نظام جمهوری اسلامی در انتظار ایران ما و مردم ما باشه. در خدمتتون هستم. آقای دکتر لاجوردی، من یک لحظه، اولا خیلی موافق هستم با حرفای شما، ولی در کشوری که من زندگی میکنم سوئد، نمیدونم خانم ها میتونن طلاق بگیرن بدون اجازه شوهر، فقط در کشور اسلامی نمیتونن. خواستم فقط همینه بگم، شاید یه جوری گفتین که شاید من اشتباه کردم، چون زنها خیلی راحت مثل مردها میتونن از همدیگه جدا بشن، احتیاج به هیچ چی نیست. این مثالتون زیاد به مثال ایران نمیخوام، ولی من اینو میخوام بدونم اگر ببخشید برای اینکه این در ذهن مخاطبین شبهه ایجاد نکنه، مثالی که این دوستان می‌زدن سرنوشت ملی رو مقایسه می‌کردن با یک رابطه خانوادگی. بنده هم در سوئد خانم‌ها میتونن طلاق بگیرن، هم بنده به اصل طلاق از سوی خانم‌ها اعتقاد دارم، ولی مقایسه این موضوع با سرنوشت ملی مورد من بود. ببخشید. ولی اینو میخوام بدونم که جلوگیری از این که یک دسته میخوان اون زبان مادریشونو و اون رفتارهای گذشته هاشون که براشون باقی مونده در اون منطقه رو نگه دارن، ولی جزئی از کل یک مجموعه باشن که با زبان مشخصی در ادارات، در آموزشگاه ها باشن، فرق میکنه. من یه چیز آخر برنامه سلی کوتاه میگم، من فکر میکنم یه مسئله کوچیک اینه که شما فکر میکنین که همه در تمام موارد رفتن، تمام مسائل خوندن، تمام تحقیقات کردن و همه اطلاعات دارن، رو این حساب شما فکر میکنین اونی که با پرچم مخالفت میکنه باید از چیزهای تاریخی اطلاع داشته باشه، از اطلاعات پرچم بدونه چیه میاد جلو.
جلو. اینطوری بهش نگاه نکنی، اینطوری بهش نگاه کنی که یک عده‌ای که الان سنشون 50 60 70 80 سالشون هستش و اینها بیشترشون در زمان شاه و پهلوی، حتی قاجار هم نبودن، پهلوی بودن، این سمبولی که نگاه میکنن سمبول پادشاهی در زمان پهلوی میبینن. حالا شما میتونید تمام این داستانا رو بگین که نیست، من هم با شما موافقم، منم نگاه کردم شیخ خورشید 300 ساله بوده، منم اینو قبول دارم، اما چون اینها اینو میبینن این کسیه که در اثر خوردن کتک خوردن از یه چوب آلبالو، از چوب آلبالو بدش میاد، شما میان داستان آلبالو رو میگی که بابا این درخت آلبالو چه کمک هایی کرده و این به ما کمک میکنه، زیر سایش میتونیم بشینیم، بله درست قبول، ولی چون اینها ناراحتی های سیاسیشون در این مسئله الان نه شاهی وجود داره، نه مصدقی وجود داره، نه خمینی وجود داره، ولی مظهر این فردای ایران اگر یک عده بلندشن و حکومت عوض بشه و پرچم پهلوی رو بیاریم در ایران دوباره بذاریم، نه شیر و خورشید، نه پهلوی رو تاج بذاریم اونجا و بذاریم، یک عده بلندشن پرچم اسلامی الله اکبر که میلیون ها الان هستن طرفدارشونن و در اونجا بذارن بیارن بگن این پرچم رسمی ما، میگن چرا، میگه ما 40 سال اخیر 50 سال اخیر ما اینو داشتیم و اومدیم اینجا گذاشتیم و این هویت ما ایرانیه، بحثی که شما میکنین برای اینها هم صدق میکنه، یعنی اینها میتونن این بحثو بکنن، یعنی اینجاست که ما تمام هویت ایرانی رو روی یه تیکه پارچه رنگیه که یه نفر با دست دوخته و یه نوشته بوده، حالا شیره نشسته بوده وایساده بوده، رفت میدیم. اگر هویت ما به همین الکیه که به یه پرچم ربط داره، خب به همین وضع اون همین خواهد موند. من فکر میکنم هویت من شما آقای شرقا، مال من، هویت من زبانمه، هویت من علاقه من به مردمم و اون زرزمینمه، این هویت منه. هویت من نشون دهنده اینه که اگر کسی عاشق ایران نیست و برای ایران کار نمیکنه، من اون هویتش ایرانی نمیبینم، من خمینی رو ایرانی نمیبینم، من خامنه‌ای ایرانی نمیبینم، من اون آخوندایی که اسلامو بیشتر از آداب و رسوم ها میده، من اینا رو ایرانی نمیبینم. اونا هویتشون پرچم شیر و خورشید هم دستشون بگیرن ایرانی نخواهند بود. اون کمونیستی که میخواد هویت ما رو بگیره فقط با پرچم قرمز میخواد بیاد، فکر نکنم بتونه هویت ما رو عوض کنه، پرچممون رو عوض کنه. هویت ما خیلی بالاتر و قوی تر از این آقای شهرام خلد بره. اینو به شما بگم، من خودم حس میکنم، حتی اگر من باور، من شیر و خورشید رو باور دارم و آقای دکتر لاجوردی میدونن، دوستان منم میدونن، ولی یک دفعه پدوم نذاشتم. میدونین چرا؟ برای اینکه من احترام میذارم به تمام کسانی که مبارزه با جمهوری اسلامی دارن میکنن و اونهایی که فکر میکردن برای آزادی ایران میجنگن و اشتباه کردن، فکر میکردن دارن برای آزادی ایران کار میکنن اشتباه کردن و با این پرچم مخالفن، ولی الان شما میبینین که احتیاج به اونها داری. شما اگه سلطنت طلبایی که باورمند شیر و خورشید هستن بیارین بذارینشون، اگه 5 نفرشون تونستن 5 دقیقه با هم دیگه صحبت کنن، دعوا و کتک کاریشون میشه بدتر از بقیه. یعنی این پرچمه به اینا هویتی نداده، این پرچمه به اینها فقط یه چیزی داده که اینجاش بزنه دلش خوش باشه. عذر میخوام آخرین صحبت. خواهش میکنم. من فکر میکنم که برنامه رو به پایان میخواستم از آقای امیدوار بکنم. آقای امیدوار این امکان چند دقیقه بیشتر هست؟ 100% رادیو میتونه قطع، ولی ما برنامه هست که میتونه تو مون بفرمایید. بخششو دوستان میتونن دنبال بکنن. بله بفرمایید آقای دکتر. بفرمایید. نه شما بفرمایید نظرتون. ببینید آقای امیدوار عزیز، صحبت از این هست که شما در رابطه با آنچه که در عرض 37 سال در ایران به وجود آمده صحبت میکنید، خمینیزم، نه خمینی، خمینیزم در واقع در عرض این 37 سال در تمام عرصه ها با هر نوع سمبول، با هر نوع هویت، با هر نوع شخصیت، با هر نوع اعتماد به نفس ملت ایران مخالفت شدید ورزیده. موضوعی که ما مطرح هست میکنیم این که خودمون رو در قالب یک پرچم سرنگ یا یک نماد ملی هویتمون رو جستجو بکنیم کمی کم لطفی است. موضوع اصلی که وجود داره اینه که چهارچوب مبارزاتی ملت تاریخی ایران که حداقل 3000 سال تاریخ مدون دارن
بر مبنای یک هویت، یک تیره، یک استخوان بندی مشخصی است که در طول تاریخ در مقابل تاتار، در مقابل مغول، در مقابل اعراب، در مقابل هر نوع یورش غیر ایرانی توانسته ایستادگی بکنه. در جهان امروز شما میبینید که شناسه هایی وجود داره، این شناسه ها محدودیت ارضی، هویت و تاریخ و زبان یک ملت رو مشخص میکنه، زبان مشترک یک ملت رو. حتی شما در ایتالیا زبان ایتالیایی زبان 2% مردم ایتالیا بود، ولی مبدل به زبان ملی مردم ایتالیا شد. در فرانسه هم فکر میکنم به همین صورت بوده، درصد اندکی از مردم فرانسه به این زبان فرانسه صحبت میکردن، اما امروز زبان ملی مردم فرانسه است. در مورد زبان فارسی، در مورد قدمتش، خب میشه خیلی صحبت کرد، اون بخشش اصلا نمیپردازیم. اما نگاه کنیم ببینیم که در طول تاریخ ما چه نیروهایی باعث این همبستگی در بین مردم ایران و اقوام مختلف، باورهای مختلف در بین مردم ایران بوده. یکی از اونها، چه دوست داشته باشیم چه بدمون بیاد، چه چپ باشیم چه جمهوری خواه باشیم، سلطنت بوده که در سال 57 پروندهشو بستیم. یکی دیگر از چسب هایی که ملت و اقوام مختلف رو نگه می داشته مذهب بوده که تقش در اومده. امروز هم که ما منشور 30 ماده سازمان ملل رو داریم در پیش، اگر بخوایم خیلی پیشرو، اگر بخوایم خیلی متجدد، اگر بخوایم خیلی امروزی باشیم. پس بنابراین این نکته رو باید دریافت که صحبت از یک تکه پارچه سرنگ و شکل و شمایل ایستاده یا خوابیده یا روش نیست. صحبت از این است که ما استراتژی و راه مبارزاتی یک ملت رو در مقابل خطرات داخلی و خارجی که او رو تهدید میکنه چگونه میتوانیم تضمین کنیم. صحبت باید به این شکل مطرح بشه، وگرنه من فکر میکنم دوستان مشروطه خواه ما، دوستان مجاهدین خلق، یا هر کسی که وابستگی ذهنی و فکری هم به این دو سازمان سیاسی نداشته باشه اما معتقد به پرچم شیر و خورشید، هویت ملی خودش باشه، باید بدونیم که چه نکته یا چه نکاتی رو برای آینده نگری اون مملکت، حفظ اون مملکت و خوشبختی و آبادانی اون مملکت در نظر داره. پس بنابراین یا باید از گام نخست بگیم که بر چه مبنایی داریم مبارزه رو پیش میبریم. آقای دکتر لاجوردی موضوعی رو که مطرح کردن خودش نامش روشه، آسیب شناسی و اپوزیسیون. دو اصل رو مطرح کردن که این دو اصل در واقع تعداد بیشتری از افکار، تعداد بیشتری از باورها بتوانند به این نکته مهم و تاریخی بپردازند. ولی اون روزی که باید در مورد گام بعدی برداشته بشه، در مورد آینده ایران تصمیم گیری بشه، در مورد اینکه این اپوزیسیون بتونه پاسخگوی نیازهای مردم ایران باشه، اون موقع حتما مبحث پرچم مبدل به یکی از مباحث اصلی در خدمتتون هستم. آقای دکتر بفرمایید. اجازه بدید من فقط چون آخر صحبت شما مسئله رو شکلش رو عوض کرد. آقای خلفبری، من اول به قول اسلامی ها باید که شهادتین خودم رو بگم، یعنی شاید نیازی به این نباشه چون من نوشته و سند در این زمینه پرچم شیر و خورشید دارم. در صحبتی هم که در روز پیش توی تلویزیون کردم گفتم که اگر هم من هم مردم که احتمالش با این قضایی را کم نیست و خیلی زیاده از بین برم، من رو در پرچم شیر خورشید بپیچید. این رو گفتم به یه دلیلی که یک سوال مطرح بکنم. اون سوالم اینه که من
الان دارم با شما و آقای امیدوار صحبت میکنم. این چیز هم این برنامه هم داره پخش میشه همه جا. سوال مشخص دارم آقای خلفبری. سوال مشخصم اینه که من به رغم این که قبول دارم پرچم شیر خورشید برای ما برای ملت ایران میتونه یک سمبول باشه، قبول دارم این رو، من پرچم شیر خورشید رو به دلیل دو اصلی که پیشنهاد کردم، خود من شخصا پیشنهاد کردم، در این نشست نمیگذارم. سوال دارم آیا من ایرانی هستم یا نیستم؟ من فقط یک نفرم، نه به چپهای ایران کار دارم نه به اقوام ایران کار دارم. اقوام ایران اسمشون ملیت گذاشتن، یه تعدادشون چپهای ایران نمیدونم بحث دیگری رو مطرح میکنن. اختلافات پرچم نه در اون دو مورد فوتبال هیجانی، در همه جا امروز همچنان وجود داره. آیا من به اونا اصلا کاری ندارم؟ من به خودم یک نفر کار دارم. اگر من یک نفری که مانع از این شدم که اون سمبول رو توی تریبون بگذارم، در این اعلام شده که در سالن هر کسی میخواد با تیشرت شیر خورشید بیاد، با پرچم خودش بیاد رو میز خودش بنشینه یا مدال پرچم بزنه، هیچ مخالفتی وجود نداره و ویلکام بهش گفته میشه، من ایرانی هستم یا نیستم؟ من یک نفرم فقط. من وقتی که ما در مورد اقوام صحبت میکنیم اسم جمعه، اسم جمع هیچی رو نمیرسونه. وقتی در مورد چپهای ایران صحبت میکنیم اسم جمعه هیچ چیزی رو نمیرسونه. ولی من یک نفر، اسمم حسین لاجوردی است. آیا من ایرانی هستم یا نیستم؟ اگر هستم این کار رو اجازه ندادم انجام بشه، اونجا باید گفتش که تو یک نفر هیچ حقی توی ایران نداری و برغم شو. یا این حرفه، یا این که ما بگیم که ما دو اصل رو گذاشتیم به خاطر اینکه همه ایرانی ها من جمله من یک نفر شرکت بکنم. این بحث رو اینطوری بهش نگاه بکنیم، وگرنه بحثی که پرچم میتونه هویت ما ایرانی ها باشه، کی باش مخالف؟ حالا بگیم که بعد بحث زبان رو میاریم جلو که به نظر من مقوله کاملا جداگانه است. بحث من شخصا خودم رو بگم، از هر مسئله رسمی متنفرم. به همین دلیل ایستادم پای این که یک روزی اگر ایران نجات پیدا کرد یه وقتی مذهب رسمی توش نباشه، یه وقتی زبان رسمی توش نباشه، زبان مشترک توش باشه. مشترک یک معنی داره. زبان مشترک یعنی این که من با اون کردی که زبانشو نمیفهمم، با اون ترکی که زبانشو نمیفهمم، متاسفانه من یاد نگرفتم که قانونی ما تو مملکتمون نداشتیم که به جای این که بگم که زبان عربی رو مجبوری یاد بگیری، زبان انگلیسی رو مجبوری یاد بگیری، به من نگفتن زبان کردی رو یاد بگیر، به من نگفتن زبان ترکی رو یاد بگیر، که این مجموعه بزرگ ترک زبان توی جامعه ایران وجود داره و امروز میبینیم که بسیاری از آدم ها به ترکی مسائلشون حل میکنن و من اون گوشه میفتم. حالا وارد این قضایی اصلا نمیگم، چون بحث زبان بحث نبوله بسیار پیچیده است، بسیار پیچیده است و من اصلا نمیخوام واردش بشم، ولی تاکید روی اون زبان مشترک به طور قطع و یقین میکنم. اینجا من سوالم از شما اینه، من یک نفر ایرانی هستم یا نیستم؟ من فقط در مورد خودم تنها حرف میزنم. آقای لاجوردی، شما چهار بار این سوالو لطف کردید، مطرح کردید، من الان پاسخش رو خواهم داد. بله، شما یک ایرانی هستید، یک ایرانی وطن پرست هم هستید، وطن دوست هستید یا هر واژه دیگه‌ای که سلیقتون سازگار هست، ولی کاملا مورد تاکیده. ببینید آقای دکتر لاجوردی، شما در یک حرکت سیاسی مقطعی، در یک شکل پذیری برای ایجاد یک سکوی مشترک که در واقع افراد و آحاد صاحب نظر و صاحب دید و فعال در امور سیاسی بتوانند
به این سکوی مشترک وارد بشوند، حرفشون رو بزنند و بتوانند به یک جمع‌بندی ابتدایی و مقدماتی که جاش در 37 سال خالی بوده در بین مردم ایران دست پیدا کنند، چنین استراتژی رو در نظر گرفتید و خواستید که تعداد بیشتری در این گرده همایی حضور داشته باشند. مبحث پرچم رو نخواستید در کنار دو اصل دیگر قرار بدید، به خاطر اینکه شاید اون کسانی که با این موضوع، مثالی که آقای امیدوار زدن با چوب آلبالویی که مخالفت دارن یا ازش میترسن تشریف نیارن، خواستید جلوی این قسمت رو هم گرفته باشید. ولی آقای دکتر لاجوردی، فردا روزی اگر آقای دکتر لاجوردی در مورد مسائلی مطمئنن پیچیده تر پس از حرکت اول در مورد اپوزیسیون، در مورد اون چیزی که به آینده و سرنوشت ایران میتونه مطرح باشه، موضوع پرچم رو خارج بکنن، حتما آقای دکتر لاجوردی به عنوان یک ایرانی زیر سوال خواهند رفت. این نظر شخصی بنده است. ببینید، من شما رو متفاوت میدونم با اون کسی که میاد یک بخشی راجب زبان، این نکته هم تا یادم نرفته بگم که باز سوء تفاهم به وجود نیاد. آقای دکتر لاجوردی، ببینید، من گامی رو پیشتر از ما سالها قبل برداشتم. در تایید فرمایشتون من این رو عرض کردم، با صدای بلند در برنامه رادیویی خودم عرض کردم که نه تنها زبانهای اقوام ایرانی باید در مدارس تدریس بشه، بلکه باید در سیستم آموزشی ایران شکل پیشرفتی وجود داشته باشه که یک نفر که فقط زبان فارسی بلده بتواند در تعیین رشته زبان کردی، زبان آذری یا زبان بلوچی، یعنی زبانهای مدون ایران رو بتوانند دانش آموزان بیاموزند. این رو نظری است که دارم با عنوان یک معلم که زمانی در نقاط مختلف ایران کار کردم و دیدم که واقعا چه مشکلاتی میتونه وجود داشته باشه. من به عنوان یک تهرانی نفارس باید این شانس رو میداشتم که زبان آذری یا زبان کردی یا یکی از زبانهای رایج دیگر که در مملکت ما وجود داره رو یاد میگرفتم و این اشکال باید رفع بشه. اما نکته مهمتر اینجاست آقای دکتر لاجوردی، گامهایی که ما برای آزادی و رهایی ایران برمیداریم گامهایی است بسیار، مثل اینکه ما کفشمون رو درآوردیم، جورابمون هم درآوردیم، در یک محیط پر از شیشه خورده داریم حرکت میکنیم که هر آن، هر لحظه امکان مجروح شدن، امکان از کار افتادن و پیشرفتن رو از ما بگیره، سلب کنه. امیدواریم روزی، امیدواریم در نسلی که امروز داره پرورده میشه این خطرات، این ریسک ها کمتر باشه و جوانان ایرانی و مردم ایران بتوانن در نسل بعدی خودشون این ریسک ها رو کمتر کنن. ولی در نسل ما حداقل این ریسک ها وجود داشته و هنوز هم میبینیم، از تخطئه شخصی، از تخریب شخصیت، از ترور شخصیت حتی گرفته، برای اینکه اصلا گوش نمیکنن دکتر لاجوردی چی میگن، منظورشون چی هست و خواستشون چیه و چه هدفی دارن، فقط اینکه چرا دکتر لاجوردی و من نه. این در واقع ریسک نسل ماست، این مشکل فرهنگی ماست، این سابقه و تجربه نسلی است که ما در واقع پشت سر گذاشتیم. اما امیدواریم که در نسل بعدی حل شده باشه، که شواهدش هم وجود داره که بسیاری از مسائلی که در نسل‌های ما وجود داشته خوشبختانه در اونها کمرنگ‌تره. اما به هر حال آزادی ایران، آبادی ایران، حفظ ایران کاریست بسیار خطیر و یک اشتباه سیاسی میتواند منجر به از دست رفتن همه چیز بشه. بنده عرض کردم آقای دکتر لاجوردی به عنوان آخرین جمله‌ام این رو عرض میکنم،
سه گروه اشتباهشون میتواند برابر با جنایت باشد: یک قاضی، یک طبیب و یک سیاستمدار. دیدیم شما بارها در برنامه‌های مختلفی که داشتیم اذعان داشتید به این موضوع، اشاره کردید به درستی که چرا در سال 57 اون عده‌ای که در واقع افراد سیاسی مملکت ما بودن پشت بختیار رو خالی کردن. ما به بختیار یک دین ملی داریم. پس اشتباه سیاسی میتواند منجر به جنایت جمهوری اسلامی در عرض 37 سال باشه. فرق نمیکنه، اشخاص مهم نیستن. اینکه افرادی که در تصمیم گیری های سیاسی اگر اشتباه کنن، مثل اینکه یک قاضی اشتباه میکنه در صدور حکم، مثل اینکه یک طبیب اشتباه میکنه در تجویز دارو یا تشخیص بیماری. ببخشید عرض دیگه ندارم. من هم اگر بشه میخواستم سوالی که دکتر لاجوردی کردن که اگر پرچم رو نذاشتن آیا ایشون ایرانی هستن یا نه رو جواب بدم. من فکر میکنم آقای دکتر لاجوردی ایرانی ترین هستیم. دلیلش هم میگم، ما انسان ها جزئی از طبیعت هستیم و اگر به طبیعت نگاه کنیم، طبیعت به ما یاد داده که در شرایط استثنایی ما باید تغییر بکنیم و این تغییر نکردن نابودی رو به وجود میاره. گیاهی که در یک منطقه گرمسیره اگر در محیط سردسیر بره، یا باید خودش رو تطبیق بده یا از بین میره. موجودات هم همینطورن. ما در شرایطی قرار داریم آقای خلدبری عزیز، در ایرانمون یک شرایط استثنایی، یک دسته ای از مردم به نام آخوند و اسلام روی کار اومده و با کشتار داره کار میکنه. یا باید ما انحطاف پذیر باشیم، برای همکاری با همدیگه انحطاف پذیر باشیم و به عقاید درست و اشتباه اون کسانی که در این صف مبارزه وایسادن احترام بذاریم، حتی با مخالفتشون، حتی با اشتباهاتشون. برای اینکه الان وقتی نیست که ما اشتباهات همدیگه رو رفع کنیم، بلکه ما نابودی اسلام و اسلامیت در ایران میخوایم. من فکر میکنم ما عین اون موجودی هستیم که از یه هوای گرمسیر به هوای سردسیر رفته. ما دیگه اون لاکچری رو، اون راحتی رو نداریم که بتونیم تعصبات مختلفی که خیلی هم قشنگه و درست هم هست و شما هم که درست میگین، همش درست شما میگین، همه اونهایی که راجع به پرچم میگن درست میگن، من 100% باشون موافقم. فقط یک اشکال کوچیک باشون دارم، چون انحطاف پذیر نیستن اسلام پیروز به اینها میشه. چون اگر شما در این موقعیتی که ما قرار داریم نتونین با کسانی که در مسائلی که جزئی به نظر من و به نظر شماها نیست، ولی کلن راجب تمام مسائل، راجب طرز لباس پوشیدن، راجب راه رفتن، راجب چه کلماتی استفاده کردن، اون طرف بد حرف میزنه، اون طرف خوب حرف میزنه، من قیافش خوشم میاد، اون میخواد کردستان کرده، اون یکی پرچمش اونجا مال آذربایجان، الان مبارزه ما با اسلامه. اگر انحطاف پذیر نباشیم، ببینین به هیچ عنوان ما نمیتونیم با هیچ گروهی بریم مبارزه کنیم. برای شما بگم، سلطنت طلبان ما تشکیل شده از اشخاصی هستن که الان با خود جنگ دارن و سنشون انقدر زیاد شده که تا 20 سال دیگه کمونیست دیگه باقی نمونه، فقط میگه پدر من سلطنت طلب بوده و سلطنت طلب شده. کمونیستای ما کمونیستی در دنیا داره بمیره، اینها هم جزء اونها میرن. یه سری بودن دانشجوهای ایران، مد بوده کمونیست شده بودن. آینده ایران هیچ کدوم از اینها نی، آینده ایران اول آزادیشه، وگرنه اسلام در ایران ولکن معامله نخواهد بود. من و شما به قبر خواهیم رفت و خواهیم نشست، هنوز توی قبرمون خوابیدیم. من میگم آقا مسئله پرچم مهم نیست، شما میگین پرچم هویت ماست، ما رو دارن خاکمون میکنن و باز ولکن این نیستیم. میگن چیکار میتونستیم بکنیم؟ میگه ما میتونستیم با هم همکاری کنیم، عدمون بیشتر بشه. آخه یک عده مشخص کوچیکی که نمیتونن ایران نجات بدن که، همکاری دست جمعی لازمه. بزرگترین لطمه‌ای که به ما هموطنانمون خورده در این 1400 سال اینه که تعصب و وارد خون و نهاد ما کرده. و این تعصب فقط تعصب اون نیست، تعصب به زنم نکنه دامنش کوتاه باشه یکیشه، تعصب اون یکی اینه که آقا اگه من دارم میرم یه جایی یه نفر به من سلام داده ولی صورتش اون وریه. تمام این باورهای اسلامی تعصبی وارد شده. ما نگاه میکنیم میبینی که اون طرفی که
طرفدار کمونیسته ما داشتم روی تلفن زنگ میزد فوش بدترین فوش رکیکو میداد، اون یکی میداد، اون یکی میداد. الان شما نگاه کنین ببینین برای این مسئله پرچم، نه مسئله مصدق و شاه 28 مرداد، یه تاریخ ثابت داریم ما، یه اتفاق ثابت داریم ما. این اتفاق افتاده و دونو نیست، سنو هم نیست، اما شما از زبونهای مختلف با قدرت زیاد، با تعصب زیاد میبینین که این هر جوری، هر کسی که هر جوری دلش میخواد به این مسئله نگاه میکنه. حالا ما چطوری میتونم من بشینم با یک نفری که معتقد بر اینه که 28 مرداد چی میگن کودتا بوده، و یکی که نشسته میگه 28 مرداد کودتا نیست، و من میخوام با این سه نفر برم یه کار سیاسی انجام بدم؟ یا ما باید سر این بحثا انقدر بشینیم بحث کنیم تا پیر بشیم، یا ما باید مسائل جزئی رو کنار بذاریم؟ اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب اینه که ما باید ایران رو نجات بدیم. شما میگین خب ما بس میخوایم حکومت بعدیمون چی بشه؟ نمیتونین شما اونقدر فاصله دار بهش نگاه کنین. چرا؟ برای اینکه هنوز ما قدم اول بر نداشتیم. اون موقعی که به قدرتی رسیدین که جمهوری اسلامی به لرزه افتاده، در ایران حرکت به وجود اومده، میشینن اون گروهی که جمع شدن راجب حکومت بعدی، راجب قانون اساسیش فکر کنن. ما هنوز قدم اول برای مبارزه بر نداشتیم، الان ما فقط در صحبت کردن هستیم. من فکر میکنم این در صحبت کردن اشتباهه. یه ماه دیگه، شیش ماه دیگه، یه سال دیگه که این همبستگی به وجود اومد، 100% باید اینها بشنن راجع به سیستم آینده و باورهاشون فکر کنن. ولی الان ما هنوز نتونستیم از قد حرف زدن بریم جلو. با شما از آقای دکتر جدی آقای بفرمایید. من امکانش هستش که پاسخ آقای امیدوار رو بدم تو این زمینه کوتاه. من شما شیعه هستیم، من سنی. چون تعصب داریم به هیچ کدوم به نتیجه نمیرسید. شما چی میگین چند تا امام داریم؟ اجازه بدید امید جان بفرم. البته تعصب سلطنت طلبیتون رو کنار بذارین و به عنوان یک ایرانی به این مسئله نگاه کنید. من اتفاقا ببینید امید عزیز، من میگم که بیا حالا که داریم متر میکنیم بیشتر متر کنیم. ما دنبال یک ساخت یک زمین فوتبال نباشیم، ما دنبال ساخت یک مملکت باید باشیم. کسی که آینده رو به شکل درستش نگاه میکنه، پیریزی و نقشه‌ای که میریزه نقشه‌ای است که محاسباتش دقیقه و در اون همه اون چیز لوازمی رو که برای ساخت ایران بعد از جمهوری اسلامی لازم هست رو باید در نظر بگیری و در محاسباتش بگنجونه. ما حرکت مقطعی نمیتوانیم داشته باشیم، ما قدم‌های کوتاه نمیتونیم برداریم. یه روزی صحبت از دید سیاسی هست امید جان، حالا شما که منو به تعصب سلطنت طلبی پس بذاریم بینش صحبت کنیم که فقط نه شما میگین من قسمت اول یادم میره. آقای شهرخان، آقای شهرخان یه سرسپوری میره به پسرش میگه پسرم تو بزرگ میشی میخوای چه کاره بشی؟ میگه پدرم من تو رو خیلی دوست دارم، من میخوام سرسپور بشم. میگه ببین من میخواستم بشم شهردار، شدم سرسپور، تو میخوای سرسپور بشی؟ چی نمیشی؟ شما اگر فکر اینو میکنین که الان میخوایم برین ایرانو با نقشتون رو بریزین، همه اینا رو جمع کنین، نقشه آینده رو درست کنین، برنامه ریزی بکنین، حکومت هم بذارین، قانون اساسی هم بذارین، من فکر نکنم سن من و شما برسه به اونجا. اتفاقا مثالی که شما زدید دقیقا در معید نظر منه. من میگم سرسپور، ما شهردار میخواستیم بشیم سرسپور شدیم. ببینید اتفاقا شما دارید مثالی که میزنید حرف من رو تایید میکنید. ببینید دوست من، در رابطه با آینده ایران، نه این مثال دو طرفه است، نشون میده که اون چیزهایی که ما میخوایم همیشه نمیشه، همیشه کمتر از اون چیزی که میشه، قبول دارم، اما باید اینو توجه بکنید که خواسته های زیادی به نتیجه نرسنش احتمالش بیشتر، قدم های کوچیک برداشتن به نتیجه میرسه، قدم های بلند احتمال افتادنتون است. صحبت از برداشتن قدم نیست، یک فرد سیاسی در واقع یک طراح سیاسی است. طراح سیاسی در واقع نقشه و محاسباتش
نقشه و محاسبات درخوری است، در ساحت و در قامت یک مملکته. برای شهرداری یک شهرستان قرار نیست برنامه ریزی بشه. پس چرا تا حالا تو این 36 سال شما و دوستانتون کاری نکردیم؟ من دوستی نداشتم آقای امید. فکران شما آقای خلدری، عزه بدین ما به یه نقطه رسیدیم که فلسفی شد. من این سوال دارم، من با تمام حرفای شما موافقت میکنم، اصلا 100% موافقم. چرا کاری نکردیم پس تا حالا؟ من؟ بعد شما، کسانی که مثل شما فکر میکنن. ببینید، کسی مثل من اتفاقا فکر نمیکنه آقای امید. یعنی شما یک نفر هستین فقط. بسیاری از کسانی که شما دارید عنوان مشروط خواه در موردشون صحبت میکنید، مامورین جمهوری اسلامی هستن. ای بابا، رضا پهلوی مامور جمهوری اسلامیه؟ نخیر، گفتم مشروط خواهانی که سنگ به سینه یک وقت هست که من 37 سال در کانون یک برنامه رادیویی یا در کار نوشتن، در همین قربت یک شبانه روز هم دست از کار نکشیدم و اصلا هم پشیمون نیستم از اون چه که پشت سر گذاشتم و اون هزینه‌ای که بابتش پرداخت کردم. فکر من اگر در قالب یک سازمان سیاسی، اونهایی که شما مثال میزنید یا اونهایی رو که شما باهاش موافقید یا مخالفید قرار میگرفت، من حتما عضویت یک سازمان سیاسی رو تا کنون پذیرفته بودم. ببین دوست من، صحبت از این هست که شما در فضای اندیشه اول باید با شناخت کامل از آنچه که بهش ایران میگیم، مردمانش، جغرافیاش، تاریخش، فرهنگش، زبانش، زبانهاش، این آشنایی رو داشته باشید و اون طرحی که ریخته میشه طرحی باشه در برگیرنده. ما سالها در همین برنامه وقت نداریم آقای خلدبری گرامی عزیز. من و شما که داره 60 سالمون میشه، این چیزی که شما میگین درسته، ولی این داستان اینها حقیقت نداره. من به شما خواهم گفت، من 20 سال دیگه هم شما رو خواهم دید که بازم که به تو قول میدم با این طرز فکر بعد تا 20 سال آینده من و شما دوست خواهیم بود، هم با هم صحبت میکنیم. مطمئن باشیم با این طرز فکر شما به اینجا نمیرسیم. مگر میشه همه این مسائل برنامه ریزی کرد؟ آقای امید عزیز، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم و دیگران بخورن. خب آخه درسته، ولی من جون یک ایرانی الان، یعنی به نظر شما انداختن جمهوری اسلامی با هر نوع وسیله‌ای که میشه مهمتر از طراحی برنامه ریزی یک حکومت درست در آینده نیست؟ امید عزیز، اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی بره ایران تجزیه بشه، من ترجیح میدم جمهوری اسلامی باقی بمونه. چی راجبه تجزیه صحبت؟ شما چرا موضوع رو شما وقتی هر جا که گیر میکنین یه دفعه یه دنده عوض میکنین میرین توی یه داستان دیگه. شما تا 2 دقیقه پیش داشتین راجبه ملیت ها میگدین، بعد رفتین از پرچم رفتین تو ملیت، رفتین تو زبان، حالا اومدین شده تجزیه. اصلا مگه من تجزیه طلبم که شما دارین به من میگی؟ من میگم ایران هر کی بخواد تجزیه کنه باید نابودش کرد. من اصلا راجب اون نمیگم، من راجب این میگم که شما به عنوان شهرام خلدبری به خاطر تعصبی که دارین روی اون پرچم شیر و خورشید حاضر نیستین حتی با منی که میدونین من متنفرم از این جمهوری اسلامی و میدونین که من ایران چقدر دوست دارم و میدونین که من هیچ روش سیاسی ندارم و میدونین که از همه اونهایی که بیشتر شاهی و سلطنت میگن من بیشتر علاقه‌مند به اون هستم. در برنامه‌های تلویزیونی راجع به رضا شاه، راجع به شاه چه برنامه‌ای گذاشتم، اما چون مسئله تعصب و من زهر میبینم برای حرکت سیاسی در ایران و میدونم نه، حتی من اینو با شهرام عزیزم که اینقدر روشن میبینمش میبینم این تعصب اینقدر بالایه که حاضر نیست حتی یک لحظه قبول بکنه که میشه در یک مرکزی، در یک نقطه زمانی با یک عده آدمی که در یک چیزهایی با ما مخالفن سر یک میز نشست و احترام گذاشت به عقاید اینا برای هدف بزرگی که داریم. یعنی من اینو نمیتونم قبول کنم. این من حرف شما مینه من راجع به چی میندازه؟ یارو میگه آقا الله اکبر نگی اصلا وارد این مسجد ما نشو.
آقا میگفتیم آقا به رفتن ما چی کار داریم، ما میخوام بیام پدرمون مادرمون فوت کرده میخوام بیام تو. نه آقا شما نمیتونی بیای، چون شما که پیرن قرمز در مسجد پیرن قرمز نمیتونی بکنی تنه، لباس رنگ قرمز منو وارد مسجد نمیذاش بشم. میدونین چرا؟ اون شخص نمیتونست بفهمه که من هدفم بالاتره، من رفتم مادرم اونجا، پدرم و عمم و خالم و حالا نرفتم و مثال دارم میگم چون دیدم. آقای خلدبری عزیز، من با شما مخالف نیستم، من با سماجت شما مخالفم، من با اون دلیلی که شما میارید مخالفم، نه با ایدئولوژیتون. من قبول دارم تمام حرفای شما رو، ولی چون شما انقدر رو این فشار دارین میارین، منو یاد اسلامی ها انداختین. بی خود نیست که میگن شاولایی ها، شاولایی همینه دیگه، شاولایی یعنی این که هرچی پرچمش این رو خودت قبول نکنه و بره تو زندان. امیدوار شما صراحت لهجه با اهانت فرق داره. لطف بفرمایید شؤونات یک برنامه، شؤونات خودتون و شؤونات من رو رعایت بفرمایید. من چیز بدی گفتم مگه؟ سه تا کلمه استفاده کردید که اصلا در شأن شما و من نیست. شاه‌اللهی؟ نه به من بگین کدومه که من بدونم. ببینید آقای امیدوار، من نه کلمه منو لطفا به من بگین. ببینید آقای امیدوار، من نه تعصب نه نشد آقای خلدبری به من گفت، به من اختار دادین، لطفا بگین راجع به چی؟ شما به من میگید متعصب، این بالاترین اهانتی است که شما به یک آزادم میگید. شما متعصبین؟ الان چه یک ساعت و نیم ما داریم صحبت میکنیم، شما حاضر نیستین قبول بکنین که یک زد ایرانیای پرچم دوست ندارن که سر یه میز بشینن با شما صحبت کنن. شما برنامه مشترک اجرا نمیکردم آقای امیدوار. ببینید دوست عزیز، یه برنامه مشترک ایجاد میکردن آقای دکتر لاجوردی، برنامه مشترک برای تمام گروه های سیاسی با هر نوع باور و ایدئولوژی گذاشتن. اجازه بدید آقای امیدوار، تعصب شناخت گاهی اوقات متاسفانه برچسب تعصب میگیره. شناخت؟ بله شناخت، همون تعصب شما رو نشون میده. ببینید عزیز من، من یه وقت میدونم که یک خوراکی، یک مایه‌ای من رو بیمار میکنه یا باعث بیماری من همیشه، پرهیز از اون دلیل بر تعصب من نیست. ولی منو مریض نمیکنه، منو مجبورم نکنیم منم نخورم. من این حرف من میگم، شما برای شخص خودتون میتونین تصمیم بگیرین، شما دارین برای من و جمعی که در اونجا میان میخواین تصمیم بگیرین. شما میخواین بگین که من بیام، اجازه بدین، من موافقم ها، ولی دارم اینو میگم به عنوان یک آدم دیگه ای که پرچم شیر و خشت قبول نداره. میگم شما از من توقع دارین بیام جمع شم برای لطمه زدن اپوزیسیون، چه آسیب شناسی اپوزیسیون، با بقیه کسانی که از لحاظ سیاسی با من یکی نیستن بشینم پشت من پرچم شیر و خشت بزرگ آویزون کنی من بشینم اونجا. شما ببینم، من از شما سوال دارم، این حرف منطقیه؟ من همچین چیزی از شما خواستم یا از دوستانی که قرار آقای دکتر ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ من اشتباهی دارم؟ از شما در جریان نیستی آقای امیدوار. نه من در جریان هستم، شما در جریان نیستیم. مثل که آقای خلدبری عزیز ببینید، اگر مسئله توهین هست، این در جریان نیستی یعنی ناآگاهی منو داریم میگین. اجازه بدیم براتون بگم، من فکر میکنم من از شما آگاه‌تر راجع به این مسئله هستم. من فکر میکنم با آقای دکتر لاجوردی راجع به این مسئله من ساعت‌ها صحبت کردم. اگر موضوع شما مسئله پرچم نیست و ما این دو ساعت این راجع به پرچم صحبت کنیم، چرا الان به من گفتین؟ راجع به چی دارین صحبت میکنین؟ راجع به کفش پوشیدن دارین صحبت میکنین؟ آقای دکتر لاجوردی بحث ما سر چی بوده؟ اجازه بفرمایید که من بگم بحث ما سر چی بود. بحث ما سر یک سوء تفاهمه، یک سوء تفاهمی که میتونه مشکل آفرین باشه، میتونه که به سرعت حل بشه. بحث در یک فلسفه کلی که آقای خلدبری مطرح میکنن، بحث در یک موقعیت اضطراری که الان وجود داره، این دوتا فقط و فقط میتونه که با هم کلاش بکنه، با هم دیگه برخورد بکنه، یعنی داله بر این نیستش که هیچ کدومش درست نیست یا هر دوش غلطه. بحث کلی که آقای خلدبری مطرح میکنن بحثی است که به نظر من حالا آقای امیدوار هم در یه مرحله بالاترش بهش اشاره کردن، یک بحث فلسفی است و به نظر من درسته. بحث هویت یک جامعه میتونه باشه و درسته. بحث اضطراری میتونه که مثل یک درد بلافاصله یک سکته قلبی بشه، نجات پیدا بکنه و یا از بین بره.
سکته یعنی دقیقا همین. سکته یعنی اینکه متوقف شدن آنی لحظه ایه، مثلا خون رسیدن به مغز یا به قلب، اون سکته است. یعنی یه لحظه متوقف میکنه، اون لحظه به دادش نرسن طرف میمیره، به دادش برسن طرف زنده میمونه. به همین سادگی، بیشتر از اینم نه. من فکر میکنم این دوتا بحث رو ما داریم با هم دیگه مخلوط میکنیم. نه اون غلطه، نه این غلطه، نه اون 100% درسته، نه این 100% درسته. دو بحث جداگانه است اصلا، متفاوت از هم دیگه. این رو اگر که بهش توجه بکنیم که اون بحث هویتی رو میتونیم بعدا انجام بدیم، این بحث استراری رو باید واسش راه حل پیدا بکنیم. به این معنا من بازم اجازه بدیم برای خاطر این بحث یه نکته رو اشاره بکنم که یکی از مواردی که توی این 11 ساله در برنامه امروز و فردای ایران در این چند ساله با امیدوار در تلویزیون ایتو چنل داشتیم، یکی از اون درخشان تریناش الان بود. به این معنا الان بود که مردمی که شاهد این بحث ما بودن خیلی روشن، خیلی راحت آقای خلطبری، آقای امیدوار متوجه این مسئله شدن که ما هیچ کدوممون قبل از مصاحبه، قبل از نشسته توی این جمع به هم دیگه نگفته بودیم که سوالاتتون اول بدین که ما از بر بکنیم، بعد بیاییم در مقابل دوربین تلویزیون بنشینیم. دیدن که یک بحثی به وجود آمد، این بحث همه جانبه تونست که اون درون ما رو با مردممون، با مخاطبینمون در یک مجموعه عمومی تری در میون بگذاره. به نظر من این خودش بسیار بسیار مهم بود. به همین دلیل هم فکر میکنم که این یکی از درخشان ترین برنامه ها بود و من که خواهش کردم که دقایقی رو بهش بیشتر اختصاص بدیم، خوشحالم که این امکان رو آقای امیدوار فراهم کردن، آقای خلطبری که احتمالاً میدونن مهمون دارن از خارج، پذیرفتن که حضور پیدا بکنن. من هم در خدمتتون بودم. امیدوار هستم که این سری، این نوع بحث ها بتونه ادامه پیدا بکنه و از این نظر خوشحالترم که برنامه تلویزیون ایتو چنل در مدت کوتاهی در آینده نزدیکی روی ساتلایت و در آینده نزدیکتری روی ایران باشه و ما بتونیم این بحث ها رو بیشتر با مردم انجام بدیم. یعنی مردم در جریان این قضیه قرار بگیرن که میشه بحث‌های فرمایشی نکرد، میشه رو دردها انگشت گذاشت، میشه با مردم شراکت کرد در عقایدشون و احترام گذاشت به دیدگاه‌هاشون. من عذر میخوام که مجبور هستم جلسه رو ترک بکنم برای یک برنامه دیگر و این برنامه‌ای که الان پیش میاد هفتمین برنامه امروز من حالا در مدت 2-3 ساعت آینده خواهد بود و خواهش بکنم که دوستان اجازه بدن آقای امیدوار در برنامه تلویزیونیشون و آقای خلطبری در برنامه امروز و فردا و رادیویشون اجازه بدن که این بحث رو ما گسترش بیشتری بدیم. نه الزاماً این بحث، بحث‌های اینچنینی رو که میتونه که این شفافیت رو برسونه و سمبولی باشه برای یک حرکت فکری. من خداحافظی میکنم، سپاسگزاری میکنم از آقای خلطبری، از آقای امیدوار و آرزو میکنم که سه‌شنبه آینده ما باز بتونیم با هم یه صحبت اینچنینی رو داشته باشیم. بدرود بشه. وقتتون بخیر.